مصدق پارسا از بروکسل همراه ما شده. مصدق، شاید بشه گفتش یکی از مهمترین نشست‌ها در حال حاضر با توجه به شرایطی که الان در خاورمیانه شاهد هستیم، و این برای اولین باره که سران اتحادیه اروپا در یک طرف و رهبران کشورهای حوزه خلیج فارس در طرف دیگه نشستن. چه جزئیاتی می‌دونیم از سرفصل‌های این جلسه؟ شراره، معمولاً وقتی در مورد کشورهای حوزه خلیج فارس در اتحادیه اروپا صحبت میشه، اشاره میشه به این مسئله که اینها شرکای کلیدی اتحادیه اروپا هستند. اما در روزهای گذشته که در مورد این نشست صحبت میشه، یک قید دیگه هم اینجا ذکر میشه. معمولاً در شرایط کنونی، دقیقاً همانطور که گفتی، در شرایط کنونی یکی از مهمترین نشست هاست. یعنی مسئله اصلی که مورد بررسی است بحث سرمایه گذاری، بحث تجارت و بازرگانی بین کشورها، انرژی های تجدید پذیر یا مثلا مسائل دیپلماتیک مثل چگونگی اعطای ویزا به شهروندان کشورها، از جمله مسائلی است که خب در دستور کار قرار گرفته و در موردش گفتگو میشه. اما بر چه کسی پوشیده است که اصل مسئله نگرانی های مشترکی است که طرف ها دارن، به ویژه با توجه به وضعیت خاورمیانه که شبیه یک انبار باروت منتظر کبریت هست. با او دلیل آنچه در این نشست بیشتر از همه مورد توجه قرار خواهد گرفت، مسئله تنش های منطقه‌ای در خاورمیانه است. تلاش اتحادیه اروپا که میگه کوشش میکنه از یک جنگ بزرگ منطقه‌ای جلوگیری کنه، و به این منظور بدون شک نیاز داره به رأی موافق و به همراهی کشورهای حوزه خلیج فارس که میتونن سهم بسیار مهمی در این مسئله داشته باشن. مصدق، تو شرایطی که دست‌های دیپلماتیک ناموفق عمل کردن برای آتش بس در اسرائیل و غزه، فکر می‌کنی که واقعا این نشست چقدر اهمیت داره برای اینکه از آتش یک جنگ دیگه در خاورمیانه جلوگیری بکنن؟ بدون شک اتحادیه اروپا برای راه حل هایی که پیشنهاد میده به دنبال یک اجماع جهانی و عامیان بین المللی است، و یکی از این مسائل تشکیل دو دولت بین اسرائیل و فلسطین هست. در کنارش مسئله آتش بس در لبنان و غزه، و اینکه طرف ها تلاش کنند که از کشیده شدن بحران خاورمیانه به یک جنگ تمام عیار منطقه‌ای که بسیار خطرناک خواهد بود و جبران ناپذیر، جلوگیری کنند. به این منظور اتحادیه اروپا تلاش میکنه که در مورد هر دو جنگی که در حال حاضر اهمیت داره برای اتحادیه و بسیار جدی جریان داره، چه در جبهه روسیه و اوکراین و چه در خاورمیانه، حمایت و نظری کشورها رو داشته باشه. در مورد اوکراین و روسیه اقبال کمتری داره اتحادیه اروپا که با همو ادبیات خود بتونه دیدگاهی کشورها رو داشته باشه. اما در مورد مسئله خاورمیانه، کشورهای عربی و خلیج فارس هم نگرانی های بسیار جدی دارند، و بسیاری از دیپلمات های اروپایی میگن که اتحادیه اروپا در مورد خاورمیانه بسیار بیشتر زبان مشترک داره با کشورهای حوزه خلیج فارس تا مسئله روسیه و اوکراین. مصدق پارسا همکارم از بروکسل، ممنونم.